سلام، رامین هستم و این قسمت بعدی از تیوتریال جیونیت 5. تو قسمت صفرم راجع به کلیت جیونیت صحبت کردم که چی هست و چه کار میکنه و با چی طرف هستیم، اما دیگه از این قسمت میخوایم شروع کنیم با خود فریمورک کار کردن. و توی این قسمت من صرفا راجع به ستاپ کردن جیونیت توی محیط برنامه نویسی جاوایتون میخوام صحبت بکنم. توی بخش اول راجع به آیدی ها میگم. اگه احیانا هنوز از اون دست برنامه نویس هایی هستین که از خود آیدی ها برای ایجاد پروژهتون استفاده میکنین و از بیل تول ها استفاده نمی کنید، شاید این بخش به درتون بخوره، که البته من اصلا پیشنهاد نمی کنم، اما صرفا برای اینکه بدونید. مثلا توی اینتلیجی برای ساخت پروژه و اضافه کردن قابلیت جیونیت بهش همچین کاری میکنین. خب پروژهتون رو که ایجاد میکنین، یه پروژه جاوایی معمولی، من مثلا از پروژه از JDK 16 هم دارم استفاده میکنم، و برای یه پروژه یه نامی میذارید. کاری که باید توی اینتلیجی ما انجام بدیم اینه که بیایم یه سورسی را مخصوص خود تستا در نظر بگیریم. البته فقط اینجا نیست، هر جایی ما این کار میکنیم، برای اینکه سورس‌های اصلیمون با سورس‌های تستامون قاطی نشه، اون رو داخل یه دایرکتوری دیگه قرار میدیم و اون رو اسمش می‌ذاریم تست. و توی اینتلیجی شما برای اینکه مشخص کنید و به اینتلیجی بگید که این یک پروژه تسته و یک ماژول تست محسوب میشه، میتونید این دایرکتوری را مارک کنید از تست سورس روت و بعد قشنگ راحت میتونید تمامی تستتون رو داخل اونجا قرار بدید. حالا بذارید من همون سورسی که داشتم و مثالش اینجا بزنم. خب این سورس کدمه؟ توی اینتلیجی خیلی راحت شما میتونید به ازای هر کلاسی یک کلاس تست هم توی جیونیت تولید بکنید یا هر فریمورک تست دیگه ای. به محض اینکه توی قسمت ادیتور روی نام کلاستون در واقع صبر میکنید، یا علامت لامپ زرد رنگ میاد، اون اگه انتخاب بکنید و گزینه create test را بزنید، براتون یک کلاس تست ایجاد میکنه. البته با زدن دکمه alt و enter هم من میتونم همین create test را ببینم. همطور که میبینید یه دیالوگی باز میشه که من توی این دیالوگ همطور که مشاهده میکنید میتونم testing library را انتخاب بکنم بین JUnit 3, 4, Groovy, اسپوک، جیونیت 5 یا تست انجی، که خب همونطور که میدونید ما داریم راجع به جیونیت 5 صحبت میکنیم. اسم کلاس رو خودش ساجست میده با همون اسم کلاسی که داشتید به علاوه یک نام تست، یعنی دانلود منیجر تست. تو این حالت تمامی حالتهای سوپر کلاس، پکیجی که میخواین و غیره رو میتونید اینجا مشخص بکنید و حتی متدهایی که قصد دارید اینجا تستشون رو انجام بدید. من دکمه اوکی میزنم و میبینید که یک کلاس آماده حاضر بر من ایجاد میکنه. اما اتفاقی که میفته اینه که هنوز لایبری جیونیت من رو نمیشناسه، چون هنوز لایبریاش وجود ندارن. برای این کار همونطور که میبینید دوباره وقتی که Alt و Enter رو بزنید روی پکیج جیونیت اون بالا، بهتون پیشنهاد میده که میخوای جیونیت 5 7 رو به کلاس پثت اضافه بکنم. و وقتی این کارو میکنین حتی ازتون میپرسه که دوست دارید اونا رو دانلود بکنم توی مثلا دایرکتوری به نام لیب، که اگه شما از بیلد تول های مثل میبین یا گریدل استفاده کنید نیاز به این کار نیست، ولی خب وقتی که از اون استفاده نکنید مجبورید که اون لایبری ها رو یه جای نگه دارید. همونطور که میبینین همه ی لایبری های جیونیت 5 رو شامل ماژول های مختلفش رو برا من دانلود کرده و قرار داده توی پروژه‌ام. راجع به ماژول‌های مختلف جیونیت بعداً مفصل توضیح خواهم داد. خب الان کلاس تست من آماده است و من میتونم تست کیسامو اونجا شروع کنم نوشتن. خب میبینین این همون تستیه که من دفعه قبل توی قسمت قبلم نوشته بودم و به همون شکل. همطور که میبینین توی اینتلیجی شما به ازای هر تست کیسی میتونین اونو جداگونه رانش بکنید، میتونین دیباگش بکنید به راحتی و همین پایین میتونید نتیجه در واقع تستاتون رو مشاهده بکنید خیلی راحت، یا اینکه کل کلاستون رو ران کنید و تمامی تست کیسش رو اجرا بکنید. همچنین شما میتونید اگر چندین تست سویت دارید، یعنی چندین و چند تست کلاس
تعریف کرده باشین رو کل ماژول تستتون راست کلیک بکنید و بگین که run all test، همه اونا رو براتون چاپ میکنه و اگه خطایی چیزی هم داشته باشه براتون توی استک تریس نمایش میده به همین راحتی. خب بریم سراغ اکلیپس. همونطور که میدونید اکلیپس یه خورده سیستم تعریف پروژهش فرق داره، چیزی به نام ورک اسپیس تعریف میکنه و اگه از بیلد تول ها استفاده نکنیم یه خورده تعریف کردن پروژه، تعریف دیپندنسی ها نسبت به هم دیگه کمی متفاوته. پس من برای کل قسمت سورس و تست ها و ماژول های مختلفی که قرار این پروژه داشته باشه یه ورک اسپیس ترجیح میدم تعریف بکنم و اسمش رو بذارم JUnit Eclipse. خب توی این IDE من یه در واقع پروژه جاوایی تولید میکنم و اون رو میذارم روی JDKای 17 که دارم، فرقی نداره. و اسم پروژه‌ای که دارم اینجا رو میذارم SRC، در واقع همون پروژه سورس من خواهد بود توی این ورکسپیس. البته میتونین اسم بهتری هم واسش بگذارین مثل دانلود منیجر SRC یا چیزی شبیه به این. البته من اینجا ماژول اینفوی که خودش تولید میکنم رو حذف میکنم و بعد سورس اصلیم رو اینجا قرار میدم. خب همونطور که میبینید دانلود منیجر رو آوردم. ترجیح میدم توی اکلیپس با توجه به چیزایی که ازش دیدم حتما یه پکیج پیشفرض بگذارم واسه کلاسم، چون که ممکنه بعدم به مشکل بخورم. اما میام اینجا یه دونه جاوا پروژه جدید ایجاد میکنم و این بار اسمشو میذارم تست و به این تستم شروع میکنم یه سری تست کلاس اضافه کردن. یعنی توی گزینه نیو یه بخش داره به نام JUnit Test Case. به محض اینکه این کار رو میکنم ازم این بالا میپرسه که میخوای که چه ورژنی از JUnit رو استفاده بکنی، 3، 4 یا 5، چون میدونید بین 4 تا 5 بچه ها خیلی تفاوت ایجاد شده و بهتره که ما سعی بکنیم تفاوتش رو بشناسیم، چون که یه سری API ها تغییر کردن، یه سری ماژول بندی ها تغییر کرده، JUnit یه خورده پروژهش ساختارش متفاوت شده که در آینده راجع به اینم حتما صحبت خواهم کرد. خب یه نامی میذارم Download Manager Test Finish و ازم میپرسه که میخوای پس JUnit 5 به لایبریات اضافه بکنم و بله همینطوره. همطور که میبینین الان برای من پیش‌فرض یه دونه تست کلاس ساخته. اگه کلیک راست بکنم و ران از را بزنم میبینید که گزینه‌ای به نام JUnit Test الان وجود داره که به محض اینکه اجراش بکنم اجرا میشه. میبینید که خودش پیش‌فرض یه دونه تست کیس ایجاد کرده که همیشه فیل میشه و همونی که فیل شده برای من هم نمایش داده میشه اینجا. اما من برم کلاس اصلی خودم رو بیارم. خب همونطور که میبینید دانلود منیجر تست رو من اضافه کردم، اما کلاس دانلود منیجر رو که سورس اصلی که میخوام روش تست انجام بدم رو نمیشناسه و دلیلش اینه که این پروژه دیپندنسی به پروژه سورس هم نداره. برای این کار خیلی راحته، شما میتونید روی پروژه تستتون کلیک راست بکنید، پراپرتیز رو بیارید و توی قسمت پراجکت، توی قسمت کلاس پت میتونید سورس رو به کلاس پت این پروژه اضافه بکنید. به محض اینکه این کار رو میکنید میبینید که دانلود منیجر رو شناخت. خیلی راحت میتونید روی حتی پکیج در واقع اصلی یا روت تستتون کلیک راست بکنید و بگید که من میخوام همه JUnit تست های زیر مجموعه این رو ران بکنم. همطور که میبینید وقتی که اجرا میشه این دوتا تست کیس من هم اجرا شده و در واقع با موفقیت هم اتفاق افتاده. پس این هم از اکلیپس، کار پیچیده‌ای نبود. خب همونطور که دیدید جالب نیست که ما فقط تنظیمات رو برای آیدیامون انجام بدیم. پیشنهاد همه اینه که از بیلد تول ها استفاده بکنیم، چون اونا میان یک ساختار واحد میدن و این بیلد تول ها خودشون پلاگین هایی داخل آیدی ها خواهند بود که در واقع اون زبان اون بیلد تول را میفهمن و میتونن تمام چیزایی که میخواین رو ریزالو بکنن و خب خیلی راحت تر میشه. از جمله
دانلود کردن لایبرری های فریم ورک، از جمله تشخیص سورس ها و در واقع ریزالف کردن دیپندنسی بین ماژول ها و سورس کد ها خیلی راحت توسط اینها انجام میشه. همونطور که میدونیم بیل تول های معروف جاوای میون و گریدل هستن و من میخوام یه دو تا نمونه خیلی ساده با این دو تا هم براتون نشون بدم. جفت مثال ها رو تو خود اینتلی جی میزنم از اونجایی که آیدی محبوب خودم هم هست، اما میتونین توی جاهای دیگه مثل اکلیپس انجام بدین یا حتی با کامند لاین های خود در واقع میون و گریدل هم میتونید اون پروژه رو تولید بکنید. نیو پروژکت میون، از میون شروع میکنم و پروژکت استیکام روی همون 16 و اسمش رو میذارم جی یونیت میون. خیلی ساده است. میون یه پلاگینی داره به نام شور فایر که در واقع تو فاز تست انجام میشه. این پلاگینیه که مسئول ریزالف کردن تستا، اجراشون و ریپورت هاشه. ما نیازی به کانفیگش نداریم توی pom.xml مگه اینکه شما بخواید یه تنظیمات خاصی توش انجام بدیم. تنها کاری که ما توی میون باید انجام بدیم اینه که بیایم و دیپندنسی جیونیتا به پروژمون اضافه بکنیم. خب این صفحه میون شورفایر پلاگینه و در واقع تمامی تنظیماتی که میشه انجام داد. یه بخشی داره که شما میتونید اونجا بگید که من میخوام این شورفایر رو برای چه فریمورک تستی کانفیگ بکنم. اینجا کانفیگ ما روی جیونت 5 خواهد بود. همطور که میبینین اینجا به من گفته که چه دیپندنسی را اضافه بکن که بتونی در واقع از جیونت 5 استفاده بکنی. میتونید اون رو از آخرین ورژنش هم استفاده بکنید و 100% همطور که میدونین اسکوپ تست هست. وقتی اسکوپ را توی دیپندنسی روی تست میگذارید توی میون، منظور اینه که این در واقع لایبری قراره فقط توی فاز تست ریزالو بشه، قرار نیست که بعدن توی ران تایم یا خود کامپایل پکیج اصلی اونا داخل کلاس پت ها قرار بدیم. همطور که میبینید اینجا از آرتیفکتی به نام جوپیتر انجین استفاده کرده که خب بعدن راجبش همطور که گفتم صحبت میکنیم. توی این صفحه شما میتونید تنظیمات بیشتر را هم ببینید، دستوراتی که شما میخواین در واقع چیزای تغییر بدین یا امکانات دیگه جی یونیت 5 را از جمله تگ ها، از جمله کاتگوری ها را استفاده بکنید. پس من میام دیپندنسی را اینجا شروع میکنم تعریف کردن. آخرین ورژنی که برای جی یونیت اومده 5.8.1 است تا امروز، ولی شما میتونید از ورژن های دیگه اش هم به خوبی استفاده بکنید. میون اتوماتیک سورس تریتون را در قالب سورس و تست خودش از قبل جدا کرده و مشخص کرده. همونطور که میبینین شما یه مین دارید که اونجا تمامی سورس های اصلیتون خواهد بود و توی تست شما بخش تست ها رو میذارید. همونطور که میبینین اینجا دایرکتوری جاوا وجود داره و معنیش اینه که این سورس ها قراره با زبان جاوا باشن، چون امکان وجود داره که بتونید از میون بخواید که سورس های دیگه جی وی ام بیسد رو هم در کنار سورس جاواتون با هم دیگه کامپایل بکنید. و همچنین شما میتونید روی تستتون کلیک راست بکنید و یک فولدری به نام ریسورسیز هم تعریف بکنید، در صورتی که نیاز دارید که ریسورس های مخصوص تستتون داشته باشید. این امکان هم هست که پلاگین رو دستکاری بکنید و اسامی این سورس تری رو هم تغییر بدین، ولی خب چیزی که خودش پیش فرض گذاشته خیلی معقول به نظر میاد. بریم سورس ها رو بیاریم اینجا ببینیم چه شکلیه. خب همونطور که میبینین سورس ها رو من آوردم به همون شکل قبل، هیچ تفاوتی نداره. میتونم بیام تو قسمت تست و شروع کنم تست ها ما راحت ران کردن و اجرا کردن. همین، همه چی به خوبی و به راحتی قابل انجامه. وقتی با گریدل پروژه رو اینیشیال میکنیم پیش‌فرض میبینین که حتی دیپندنسی های جی یونیت 5 اضافه شدند و حتی نیازی شما کاری بکنید. توی قسمت تست اینجا ذکر میکنه گریدل که من میخوام از پلتفرم جی یونیت استفاده بکنم. این یه سیگنالیه به خود پلاگین که بفهمه که قراره که شما با چی کار بکنید، احتمالا اگه چیز خاصی نیاز داره، کانفیگ خاصی نیاز داره ازش استفاده بکنه. جی یونیت
برای بیلد تول های مختلف، آیدی های مختلف، راهکارهایی گذاشته که بتونن باهاش صحبت بکنن، ریپورتاشو بگیرن و گزارشاشو بتونن انجام بدن و حتی رانش بکنن. به خاطر همین این شکلی اینها میتونن با این پلتفرم اینتگریت بشن. همه چی عین قبله. خب من سورس ها رو آوردم، عین قبل هیچ فرقی نداره. ساختار سورس تری گریدل دقیقا شبیه میون از SRC شروع میشه، بعد مین، بعد تست و بعد زبان جاوا. و اینجا شما میبینید که شما به راحتی میتونید تستاتون رو اجرا بکنید و خروجیش رو ببینید. همین تنظیمات پیشرفته به تبع میتونید اضافه بکنید به بیل تول هاتون. یادتون باشه مثلا تو ویدئوی BDD من اومدم دو تا فولدر واسه تستام در نظر گرفتم، یکی واسه اکسپتنس تستا، یکی هم واسه یونیت تستا و اینتگریشن تستا. کارهای خاص زیادی میشه انجام داد. این یه تنظیم خیلی پایه‌ای بود برای اینکه به راحتی بتونید پروژهتون رو اینیشیال بکنید، رو از این فریم ورک شروع کنید استفاده کردن. خب اینم بود از ستاپ کردن جی یونیت. توی بخش بعدی میریم وارد API خود فریم ورک میشیم و شروع میکنیم با تک تک انوتیشن ها و رول ها و کارهایی که باید انجام بدیم تو جی یونیت آشنا باشیم صحبت میکنیم. فعلا خدافظ.